অত <laughs> অগ <laughs> به نام خدا شاگردای عزیز و گرامی سلام خوب هستین بخیرین جور هستین سعادت هستین بخیر باشین ما و شما مضمون ریاضی را با هم میخوانیم درست است مضمون ریاضی صنف چندم صنف هشتم درست است یعنی خب قرار است که چکار کنیم فصل دوم ما و شما شروع کردیم دیگه فصل دوم ما و شما چی است محاسبات مالی درست است یعنی جلسه چندم هستیم جلسه چهارم از فصل دوم ما و شما قرار است که امروز در درس امروز ما شما چیار بخوانیم اول اصلا چی رو میخوانیم دو عنوان ما شما میخوانیم یک تا فیصد یا درصد میخوانیم و بعد از چی رو میخوانیم اهدیت میخوانیم پس این دو موضوع رو ما شما امروز باید در درس امروز بخوانیم اوکی فهمیدید چرا رقم شد دیگه نه خب یک نکته شاگردای عزیز اگر یادتان باشد درس قبل ما شما چی بود در با تناسب بود تناسب انواع تناسب تناسب مستقیم داشتیم تناسب معکوس و تناسب چی تناسب مرکب سیست خواندیم دیگه نه. انواع تناسب خود تناسب چی بود اگر یادتون باشه گفتیم تناسب تساوی بین دو نسبت هم میگیم چی تناسب و تناسب هم دیدیم که سوال بسیار آسان میتونیم حل کنیم و تناسب ما شما سه نوع داشت دیگه تناسب مستقیم تناسب معکوس و تناسب مرکب خب کارخانگی هم داشتیم کارخانه قرار به ما روان کنید از چه طریق قرار روان کنید از طریق واتس اپ نمبر 20964 780 255 40 13 درست است کارخانه رو به ما میتونید روان کنید خب شاگردای عزیز و گرامی درصد یا فیصد به چه شک می باشد دقت کنید ما و شما اگر دو تا کسر داشته باشیم دو تا کسر مساوی سایست با او چی میگیم تناسب میگیم و اگر ما بیاییم با عنوان مثال دقت کنید دو بر چار با چند با با مثال چند بگیم دو بر چار با پنج بر چند مساوی با 5 بر ده دیگه چون دو بر 4 با 5 بر ده مساوی است دو باشه به با چی میگیم یک تناسب میگیم خواص تناسب ما شما خود دیگه نه طرفین میتونستیم بکنیم ما هفت تا تناسب بر شما کار کرده بودیم دیگه جلسات قبل پس فیصد و بعضی از کتاب ها فیصد باز به هم دیگه چی میکنه پشت سر هم چسبیدم نوشته میکنه حالا جدا میتونیم نوشته کنیم و چسبیدم نوشته کنیم صحیح سردش صحیح فرق نمیکنه صحیح پس در کتاب ما شما فیصد چسبیده نوشته کرده به هم متصل نوشته کرده صحیح پس فرق نداره فیصد یا جدا نوشته کنیم یا چسبیده به هم نوشته کنیم فرق نداره. هر صحیح خب به عنوان مثال دو بر چهار با پنج بر ده با هم چی است مساوی اگر ما بیایم شاگردای عزیز به عنوان مثال به شک بگیم دو بر چار مساویست با اگر ما و شما کسر دو ما و شما مخرجش صد باشد صحیح فهمیدید مخرجش صد باشد صورت بتونیم دریافت کنیم این سرچ نامش X میمانم نامش X چی میشه این رو میتونیم دریافت کنیم دیگه نه طرف وسط میکنیم یک زب در چار مساوی با دو زب در یک صد پس این دریافت کنیم چی میشه میشه در چار با دو زب در یک صد. خب x ضرب در 4 4 که خودش هست میشه 4 x میتونیم نوشته کنیم و y بر 2 ضرب در 100 میشه 200 حالا یک معادله است اطراف تقسیم بر چند میسازیم تقسیم بر ضرب x مو و شما 4 است تقسیم بر 4 4 که 4 اختصار x مساوی میشه با چند 200 تقسیم بر 4 میشه 50 صحیح پس این صورت ما و شما چند میشه 50 میشه فهمیدین چه رقم شد دیگه نه؟ پس دقت کنید شاگردای عزیز ما اگر یک تناسب داشته باشیم و کسر دو ما مخرجش 100 باشد و صورتش چند نشه 50 و این صورت رو میگیم بر حسب چی است بر حسب فیصد است و این چی کاربرد دارد؟ پس ما و شما اگر یک کسر بتونیم با یک کسر دیگه مساوی نشه کنیم که مخرج از چند باشد 100 باشد 100 باشد با او چه صورتش میگیم فیصد 50 فیصد میشه 50 فیصد صحیح است پس دو بر 4 با چند فیصد با 50 فیصد مساوی است فهمیدی چرا رقم شد دیگه نه و یک تا قرارداد ما 50 فیصد علام فیصد به شک نشون میدیم صحیح این سمبل به جای چی برای فیصد استفاده شده میتونه پس به جای یک فارسی در این نوشته کنیم فیصد به شک نشون میدیم 50 فیصد فهمیدی چرا رقم شد پس این سمبل ارجاع این سمبل چی هست؟ فیصد است خب پس فهمیدیم فیصد چی است فیصد یک تناسب است یک کسر داریم یک کسر مفایی بایش نوشتن میکنیم مخرج چند باشد یک باشد و صورت هزار میگیم چی؟ پینجا فیصد هرچ عدد شد دیگه اما صورت هر عدد شد اما فیصد میشه یا درصد همش گفته میشه سایست چون مخرج شند است است و این سمبوله استفاده میکنیم آل نکته شاگرده ایزید خب فیصد یاد بگیریم که چی شوه فیصد دقت کنید ما و شما دو تا با یک مثال میزنیم که بفهمی ما اگر دو کمیت داشته باشیم و اینا رو نتونیم با هم مقایسه کنیم مقایسه بر ما سخت باشه که کدامش به عنوان مثال ما میگیم که در مکتب یا لیسه لیسه نمبر وان سایس لیسه نمبر یک ما دو, دو لیسه لیسه نمبر یک لیسه نمبر دو لیسه نمبر یک چند نفر 320 نفر چی داشته فارغ تحصیل صنف 12 داشته به عنوان مثال در لیسه اول 320 نفر چی داشته فارغ تحصیل صنف 12 داشته و در اینا در کنکور شرکت کرده و 256 نفر چی داشته کامیابی در کنکور داشته پس از 320 نفر 256 نفر کامیاب شده اما در لسه نمبر دو لسه دوم 400 نفر چی داشته فارغ و تحصیل داشته از سنف دوازده و در کنکور شرکت کرده و 300 نفر از این چی شده کامیاب شده حال شما بگین کدام لسه لسه نمبر یک و لسه نمبر دو موفق تر بوده پس نگاه مقایسه سخت میشه ما اگر بیایم اینا را بر حسب فیصد بیان کنم دریافت کنم با اردوش با هم مقایسه شده میتونه سایست پس یکی از کاربردهای فیصد چی است ی که ما میتونیم دو تا کمیت با هم مقایسه کنیم اگر یه اردو به عنوان مثال دقت کنید امی گفتیم که امی لسه گفتیم لسه یک لسه دو اگر اردوش به عنوان مثال تعداد فارغ تحصیلاش اردوش چهارصد باشد خب بعد تعداد کامیابیاش میریم چک میکنیم هر کدام کلاب بیشتر بود اما موفق تر است دیگه نه ولی در اینجا لسه نمبر یک لسه شماره یک چی است نفر چی داشته؟ 320 نفر فارغ التحصیل داشته 256 نفر کامیابی داشته اما لسه دوم 400 نفر فارغ التحصیل داشته 300 نفر چی داشته کامیابی داشته اینا رو با هم مقایسه کردم ما با آسانی نمیتونیم مقایسه کنیم کدام موفق تر بوده پس ما خاطر چی میکنیم من برام فیصد از رو دریافت میکنم فهمید چی رقم شد دیگه نه پس من تختر پاک میکنم یک مثال کار میکنم مثال پس من تختر پاک کنم خب لیسه یک سه سد و بیست نفر فارغ تحصیل داشته سیست و دو سد و پینجا و شش نفر کامیابی در کانکور کامیاب فاهمیدی چی رقم شد دیگه لیسه نمبر یک 320 نفر چه فارغ و تحصیل داشت از سنف 12 و 256 نفر کامیاب شده لیسه شماره دو 400 نفر فارغ تحصیل داشته و 300 نفر چی داشته کامیابی داشته کدام لیسه موفق تر بوده شما میتونید مقایسه کنید 300 256 نفر 400 300 نفر مقایسه کمی سخت میشه اما اگر ما بیایم یار چی کنم یار بس ایچ 256 بر 320 دیگه نه 256 نظر به 320 و 300 نظر به 400 به شکل فیصد اگر بیان کنم درصد بیان کنم این دو با هم مقایسه هر دو مخرج 100 است با صورتاش فهمیده میشه کدام کلانتر است صحیح است فهمید رقم شد دیگه نه پس دقت کنید 320 یا به بیم بگیم 256 256 بر 320 بچه گفتیم مخرج 100 میمانیم فیصدش میخوام دریافت کنیم ان ایکس میمانو صحیح فیصد یاد دریافت میکنیم 256 و و نظر به 320 به فیصد تبدیل میکنم که ببینیم چند فیصد میشه چند درصد میشه X میمانیم خب یک دریافت کنیم چی میشه پس ایک سه و زب ایکس میشه 320 ضرب در ایکس 320 ضرب در X مساوی با 256 ضرب در 100 256 ضرب در 100 خب اطراف تقسیم بر 320 کنید پس x ما و شما میشه چند 256 ضرب داره. 100 تقسیم بر 320 صحیح خب این اختصار کنیم یک تا صفر میتونیم با یک تا صفر از اختصار کنیم 10 ضرب در 256 میشه 2560 تقسیم بر 32 اگر بسازیم پس چند شد باید من اینجا تقسیم کنیم 2560 تقسیم بر 32 اگر بسازیم صحیح خب چند میشه؟ 256 5 اگر بگیریم 5 3 15 7 بگیریم 7 21 8 بگیریم 3 8 24 9 بگیریم 3 9 27 که زیاد میشه 8 میگیریم 3 8 بگیریم 2 8 16 6 در اینجا 1 در اینجا در اینجا, در اینجا البته 3 8 24 25 256 3 8 با خمانده چند است؟ سفر از سفر پایین میاد در پایین عدد ندارد پیش میره پس میشه؟ 80 میشه پس جوازی چند میشه؟ میشه 80 پس 256 ضرب در ده تقسیم بر 32 چند شد 80 فیصد شد این بر اساس فیصد است بس گفتیم سمبل یعنی سمبل میمانیم پس فیصدی کامیابی لیسه نمبر 1 چند بود نمبر 1 80 فیصد کامیابی داشته بر اساس فیصد درست است حالا بریم دوم چک کنیم فیصد دوم دریافت کنیم ببینیم چند میشه لیسه دوم چی است لیسه دوم گفتیم چه خ... چه داشته است 400 نفر 300 نفر کامیابی 400 نفر فارغ التحصیل پس میشه 300 بر 400 مساوی است با x بر 100 خب دراف کنید x ضرب در 400 میشه 400x مساوی است با 300 ضرب در 100 پس میشه 300 ضرب در 100 خب اگر ما شما از اینجا x دراف کنیم 300 ضرب در 100 چی میشه ضرب کنیم میشه 300 تقسیم بر 400 کنیم صحیح است پس x شما شما میشه چند میشه 3x 400 برایش بنین یک دو سه چار تقسیم بر چون جای نسبان من در ادامهش در اینجا نویشتن میکنم شکر در عزیز دقت کنید من ادامهش میم در اینجا نوشته میکنم اله اینجا جای نسب ده اینجا میکنم پس ایکس ما و شما چی میشه؟ ایکس ما و شما میشه سی هزار تقسیم بر چار ست سیست دو صفر دو کو سی تقسیم بر چند میشه؟ تقسیم بر میشه پس ما و شما چند شد؟ فیصد سایست پس فیصد کامیابی لسه شماره یک چند شد؟ اشتاد فیصد و فیصد کامیابی لسه شماره دو چند شد؟ افتاد و پنج فیصد خب کدام موفق تر بوده است؟ بگین آفرین لسه شماره یک چون به فیصد مشخص شده اشتاد فیصد است او افتاد و پنج فیصد است پس این چه است؟ یک تا از کاربورت های فیصد که به اینجا ما میتونیم چه کنیم؟ مقایسه کنیم دیدیم که سوال به این شکل است یک بار دیگه دقت کنید شاگرد عزیز گفتیم که لیسه شماره یک 320 نفر چی داشته فارغ و تحصیل صنف 12 داشته در دا کنکور شرکت کرده 256 نفر کامیاب شده اوکی فهمیدی چی رقم شده دیگه نه خب لیسه شماره دو 400 نفر چی داشته فارغ و تحصیل صنف 12 داشته و 300 نفر کامیاب در کنکور شده اول سوالی است که کدام موفق تر بوده ما اگر فیصدی حساب نمیکردیم نمیفهمیدیم کدام موفق تر بودنه خب بعضا فکر میکرد لیسه شماره دو موفق تر بوده که دیدیم نه خیر ما اگر فیصدی از رساب حساب کنیم میبینیم لیسه شماره یک 80 فیصد بوده لیسه شماره دو چند بوده 75 فیصد بوده کدام بیشتر است 80 فیصد از 75 فیصد بیشتر است دیگه نه فهم نشه رقم شد دیگه نه پس چی شد شاگرد عزیز فیصد یا درصد بهش میگیم فیصد یا درصد خب پس شاگردای عزیز و گرامی درصد یا فیصد چی شد ما شما کار کردیم فهمیدیم چی است و یک تا مثال برات مثال برات زدم و مقایسه تانیسم بکنیم که از طریق فیصد ما بسیار آسان میتونیم مقایسه کنیم و نتیجه گیری کنیم پس فیصد ما تیک مارک میکنم فیصد ما و شما کار کردیم یا اما درصد خب اما بحث دوم ما و شما چی است اهدیت اهدیت چی است دقت کنید شاگرد عزیز اهدیت با به عنوان یک مثال برات میزنم به از که ما اگر چند تا یک در شای یک در کمیت فرق نمیکنه یا حالا هر چی باشه جنس باشه قلم باشه هر چی باشه فرق نمیکنه یک تا کمیت داشته باشیم شاگرد دا عزیز قیمت چند تاش داشته باشیم قیمت یک تاش ما, ما و ما شما بگه دریافت کنه نمی میشه اگر ما قیمت چند تا شای یا بگیم که هر میتونه باشه کالا باشه هر چی باشه داشته باشیم و با ما و شما بگه قیمت یک تاش دریافت کنه نمی میشه احدیت پس ما و شما امیر میتونیم چی کنیم از طریق تناسب دریافت کنیم با عنوان مثال بگیم با مثال یک درجن قلم می خریم 420 افغانی درجن خود خب میفهمیم در 12 تا یک درجن میشه دیگه نه یک درجن قلم ما شما 420 افغانی اما قیمت یک تا چی میشه چند افغانی میشه سهست پس همین میشه احدیت اگر ما قیمت چند کالار داشته باشیم قیمت یک تاش بخوایم دریافت کنیم همین میشه احدیت پس من میرم سر تخته همین مثال کار میکنم خب شاگردای عزیز یک تا مثال کار میکنیم از احدیت به عنوان مثال پس من اول نشته کنم احدیت مثال مثال به عنوان مثال بگیم که یک درجن قلم که چند تا میشه دوازده تا میشه سعیست دوازده قلم قیمت چند شده به عنوان مثال چهارصد و افغانی شده سعیست حال گفته قیمت یک تاش دریافت کن پس یک تا قلم چند افغانی میشه سایس پس این چی گفتیم قیمت چند کالا رو ما و شما داشته باشیم قیمت یک تا اگه دریافت کنیم ما اون میگیم چی اهدیت پس 12 تا قلم یک درجن 12 تا سیگه میفهمین نه 12 تا قلم قیمت شده 480 افغانی حالا گفتن قیمت یک تاش دریافت کن خب یک تناسب مستقیم است بسیار آسان است دیگه نه میتونیم به شکل حل کنیم بگیم که 12 بر یک مساوی است با 80 افغانی بر x افغانی یک طرف وسطین این میتونیم دریافت کنیم دیگه طرف وسط این کنیم نیره دوازه در x میشه دوازده x پس دوازده x مساوی است با یک زب در 480 میشه چند؟ 480 480 اطراف تقسیم بر چند؟ بگین تقسیم بر آفرین دوازده زریب x ما شما چند است؟ دوازده پس اطراف تقسیم بر دوازده بگیرم تقسیم بر دوازده یعنی 12 که 12 خلاص پس x ما و شما مساوی با 480 تقسیم بر 12 480 تقسیم بر 12 کنه به شکل 480 تقسیم بر 12 صحیح است در 440 تا چند تا 12 تاست؟ 4 تا دیگه نه 4 12 440 4 صحیح پس چند میشه 40 48 میشه 48 با قمانده صفر میشه یعنی صفر پایین میاد چه عدد نداره پیش میره پس میشه چند 40 پس x ما و شما چند میشه 40 افغانی میشه صحیح شد پس چی قیمت یک تا قلم چند افغانی شد؟ چه افغانی؟ سه اصفا میدید چه رقم شد دیگه پس اح یک بار دیگه دقت کن احدیت چی شد؟ اهدیت گفتیم ما و شما اگر قیمت چند کالار داشته باشیم چند تا کالا بنام مثال دوازده, دوازده تا قلم یا یک درجن قلم گفته 480 افغانی است گفته قیمت یک تاش دریافت کن میشه احدیت یک تا گره بخواه میشه احدیت خب حال یک تناسب مستقیم و تناسب ما و شما یاد داریم دیگه بگیم دوازده بر یک مساوی است با 480 بر ایکس افغانی سهیست؟ پس اگر میتونیم طرف وسط این کنیم دوازده زب در اکس میشه دوازده x یک زب در چارصد با چارصد خب دوازده x با چارصد اطراف تقسیم در دوازده یک معادله است دیگه نه معادله خود یاد داریم ضرب x تقسیم به اون عدد میکنیم دوازده که دوازده اختصار x است با چارصد تقسیم بر دوازده میشه چند چل افغانی پس قیمت یک تا قلم چند شد چل افغانی فایست فا شد دیگه خب شاگردای عزیز پس ما و شما عنوان دوم خود که احدیت است خواندیم پس این هم تیک مارک میکنیم درس ما و شما امروز خلاص میشه درست است اما اما چی است کارخانگی کارخانگی بسیار مهم است و بسیار سوالش آسان است کارخانگی تمرین های صفحه 56 و 58 کتاب باید حل کنید و به ما چی کنید روان کنید از چه طریق روان میکنید؟ از طریق واتساب نمبرشو بگین خودتان آفرین 2964 780 255 40 13 میتونید با ما در ارتباط شوید اگر کدام سوالی دارید کدام پیشنهاد دارید انتقاد دارید میتونید با ما در میان بگذارید سیست؟ خب شاگردای عزیز و گرامی پایان جلسه چهارم از فصل دوم سیست؟ پس فصل دوم جلسه چهارم ما شما خلاص میشه خب شاگردای عزیز و گرامی مانده نباشین، خسته نباشین، شما رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم.